با گرمترین درودها به محضر شما همیهنان عزیزم در همه جای جهان. دوشنبه شبی دیگر و آغاز برنامه‌های خبری تحلیلی از تلویزیون ایران فردا. 20 دقیقه با برنامه شامگاهی صفحه یک که به روال همه شب در طول هفته مروری خواهد داشت بر تازه‌هایی از ایران، منطقه و جهان با جستاری بر روزنامه‌های هر روز ایران در ایران فردا. نخست مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم عناوین و مطالب برگزیده امشب دوشنبه 18 آبان ماه ایرانی. موج جدیدی از جدال‌های لفظی میان مسئولین بلندپایه نظام جمهوری اسلامی با اظهارات تند حسن روحانی در خصوص بازداشت خودسرانه روزنامه‌نگاران ایرانی در طول هفته‌های گذشته، همزمان واکنش محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات حسن روحانی مبنی بر اینکه هیچ حاشیه امنی برای هیچ رسانه‌ای نیست، گفتگویی توأم با کنایه از سوی دو مقام مسئول اجرایی و قضایی، ورود علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در قبال سرکوب‌های سیاسی اخیر با تایید سیاسی بودن دستگیری‌های روزنامه‌نگاران حامی دولت از سوی سپاه پاسداران، ادامه خبرهایی از کشته شدن فرماندهین سپاه در سوریه و باز بروز بحران‌های قومیتی این بار از سوی تلویزیون جمهوری اسلامی و تعطیلی برنامه‌ای با نام فیتیله اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب دوشنبه 18 آبان ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی از تلویزیون ایران فردا به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. تا بازخوانی مشروح مطالب امشب با ما باشید و بنشینید، به خانه باز خواهیم گشت. قبل از ورود و مرور به خبرهای داخلی امشب، نخست چند خبر خارجی مهم را در طول 12 ساعت گذشته میخوانیم. صحرای سینا، گمانه‌ها و گلایه‌های مقام‌های مصری بر صدر خبرهای جهان جای داشت. گلایه‌های مقامات مصری از کم توجهی جهان غرب در کمک به تحقیق و جستجوهای لازم جهت کشف دلایل انفجار هواپیمای روسی در این بیابان با اصرار مصری مبنی بر معلوم نبودن قطعی انفجار وارد فاز تازه عملیات تحقیق شد. مقامات مصری از جمله میگویند کشورهای غربی به شواهد اطلاعاتی که در اختیار دارند اشاره میکنند، اما آنها این شواهد را در اختیار مصر قرار ندادند. دولت این کشور همچنین به بریتانیا و روسیه معترض است که پروازهایشان را به مصر متوقف کرده و در تلاشند تا هزاران گردشگر خود را به شیوه امن به کشور خود برگردانند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز خبر داد که اعضای کمیته تحقیق 90% مطمئن هستند صدایی که میکروفون‌های کابین خلبان ضبط کرده اند ناشی از انفجار بمب است. قرائن و تجزیه و تحلیل صدای ضبط شده در جعبه سیاه تا به حال دلالت بر این دارند که صدای بمب بوده است. همچنین در سوی دیگر رسانه‌های فرانسه خبر دادند که بررسی محتویات جعبه سیاه نشان می‌دهد نقص فنی در کار نبوده و تا لحظه صدای انفجار و سقوط هواپیما همه چیز طبیعی بوده است. این در حالی است که ایمن المقدم رئیس مصری کمیته مشترک تحقیقات دیروز به تنهایی در یک کنفرانس خبری حاضر شد و گفت بررسی‌های اولیه امکان تشخیص منشأ شکافته شدن بدنه هواپیما را فراهم نکرده است. صدایی در آخرین ثانیه پیش از سقوط هواپیما در جعبه سیاه هواپیما ضبط شده است. وی از جمله در ادامه اظهارات خود در خصوص چگونگی انفجار و ابهامات موجود اشاره کرد که تمام احتمالات را بایستی در نظر گرفت. شاید صدای ترکیدن باتری‌های لیتیومی در چمدان یکی از مسافران باشد، یا شاید مخزن سوخت منفجر شده و همینطور شاید بدنه هواپیما فرسوده بوده یا چیز دیگری منفجر شده است. همه این تحقیقات و گرایگی‌ها در حالی است که در سوی دیگر در میان انبوهی از اندوه روس‌ها در سوی جانباختگان هواپیمای روسی بر فراز صحرای سینا مراسم یادمان برگزار شد. مراسم یادبود قربانیان حادثه در کلیسای معروف اسنیساک سنت پترزبورگ برگزار شد و ناقوس کلیسا 224 بار به احترام 224 کشته این حادثه به صدا درآمد. همانگونه که در تصاویر دریافتی از روسیه می‌بینید، نزدیکان و خانواده‌های جانباختگان در اندوه و سوگ عزیزانشان سوگوارند. خبرها را از صحرای سینا و گورستان روس‌ها به سرزمین شامات و عراق می‌بریم که از کشته شدن تعداد دیگری از فرماندهان نظامی منتسب به علی خامنه‌ای در میدان نبرد سوریه حکایت دارد. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های منتشره، با کشته شدن یک عضو دیگر سپاه پاسداران و یک فرمانده بسیج، تعداد نیروهای جمهوری اسلامی کشته شده در کشور بحران زده سوریه دست کم به 42 نفر رسید. خبرگزاری فارس، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران ایران، دیروز یک شنبه گزارش داد که سرگرد موسی جمشیدیان از نیروهای لشکر هشت نجف اشرف سپاه و محمد حسین محمد خانی دانشجوی دانشگاه آزاد یزد در سوریه کشته شدند. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه نیز دلیل زیاد شدن شمار تلفات نیروهای ایران در سوریه را افزایش کمی و کیفی نظامیان ایرانی در این کشور توصیف کرده است. همینک و در بخش میانی برنامه مروری خواهیم داشت بر اهم مطالب منتخب روزنامه‌های امروز دوشنبه 18 آبان ماه ایرانی. انتقادات حسن روحانی رئیس جمهور ایران از بگیر و ببندهای خودسرانه روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی ایرانی از سوی مقامات نظامی سپاه پاسداران در واقع بر صدر صفحات نخست عمده روزنامه‌های امروز کشور نشست. همچنین روی اصلی انتقاد حسن روحانی به شاخک‌های رسانه‌ای گروه تندروی وابسته به نهادهای تحت امر رهبری ایران بوده، از جمله کیهان و جوان و وطن امروز و یا رسالت و سیاست امروز و روزنامه‌های در این راستا و در این سوریه. در این میان روزنامه تحولخواه آفتاب یزد به نقل از حسن روحانی نوشت که با پول مردم علیه مردم حرکت می‌کنند. گوشه‌های عمده سخنان رئیس جمهور ایران در اشکال خاص و خوانش‌های مختلف در روزنامه‌های مختلف نیز منتشر شد، از جمله روزنامه ابتکار نزدیک به طیفی از تحولخواهان ایرانی روحانی را در نمایشگاه مطبوعات نشان می‌دهد و به نقل از وی گلایه می‌کند که بدترین جوانمرگی جوانمرگی مطبوعات و رسانه است. روزنامه شهروند با اشاره به انتقاد تند رئیس جمهور ایران از رفتار برخی از رسانه‌ها تمام نیم صفحه اصلی شماره امروز رو به این موضوع اختصاص داد، همونگونه که می‌بینید. در این میان روزنامه‌های طیف مقابل که عمدتاً وابسته به نهادهای تحت امر رهبری ایران هستند و جالب اینجاست که خود را مصداق و آماج انتقادهای مستقیم حسن روحانی دیدند، به واکنش تندی نیز برآمدند، هم در ستون سرمقاله ها هم در تیترها و صفحه آرایی های خودشان. از جمله اینها روزنامه کیهان تحت امر نهاد رهبری نوشت دولت به جای نفوذی ها یقه منتقدان را گرفت، یا روزنامه نظامیان جوان با درج صحنه‌ای از خشم حسن روحانی از انتقاد رئیس جمهور ایران به عنوان حمله به همه یاد کرده بود. ادامه میدهیم و ورق میزنیم با سایر موضوعات و روزنامه ها در سوی دیگر جدال کلامی میان حسن روحانی و رسانه های اردوگاه اصولگرایان. محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه و طالب سابق مدرسه حقانی که کارنامه خشونتباری نیز در پرونده سیاسی قضایی خود دارد، در ضد حمله ای سری به حسن روحانی به پاسخ برآمد. روزنامه‌های اردوگاه راست و رادیکال نزدیک به تندروها همگی محسنی اژهای را در حالت جوابگویی به روحانی بر صدر صفحه نشاندند. از جمله روزنامه رسالت وابسته به طیفی از معترفه‌ها نوشت که هیچ رسانه‌ای در دستگاه قضا حاشیه امن ندارد، که اشاره مستقیم داشت به اظهارات حسن روحانی که در اظهار موضع گلایه‌آمیز خود از تبعیض آشکار نظام قضایی علیه رسانه‌های مستقل گفت و همینطور از وجود حاشیه امن دائمی برای برخی از رسانه‌ها انتقاد کرده بود، که در این راستا سخنگوی قوه قضاییه ایران نیز جواب داد که از نظر دستگاه قضا هیچ رسانه‌ای حاشیه امن ندارد، که عملاً خب ما می‌بینیم این گونه نیست و کیهان هر آنچه که بخواهد می‌نویسد و حاشیه امن مدام نیز دارد. بر اساس گزارش روزنامه‌ها و مطبوعات امروز تهران، حسن روحانی حتی عملکرد این دست از مطبوعات را به پلیس مخفی تشبیه کرد که گاهی با مطالعه آنها می‌توان فهمید فردا قرار است چه کسی دستگیر شود و آبروی چه کسانی برده شود، که اشاره و در واقع نقد بسیار تندی بود که طبعا بدون ذکر نام نخست کیهان به ذهن خوانندگان میآید که از قضا نیز موجب خشم سنگین کیهان و این دست رسانه‌های همسو شد. یادداشت‌ها و سرمقاله‌ها و گزارش‌های اصلی بیشتر روزنامه‌ها نیز حول اظهارات حسن روحانی متمرکز بود. برخی از روزنامه‌ها از آن به عنوان منشور حمایتی از مطبوعات یاد کردند که خستگی از تن اهالی خبر زدود. از جمله در این راستا روزنامه ایران در ستون اول دفتر خود، که البته این ستون رو که می‌بینیم مدت‌ها خانم آفرین چیتساز، روزنامه‌نگار جوان ایرانی که در این ستون می‌نوشت و همینک نیز محبوس است که هر جا هست به سلامت باد، امروز به قلم امیر یوسفی به عنوان همدردی با خاندان خسته دل خبر به استقبال سخنان روحانی رفت و نوشت: از خاندان خسته دل خبر و رسانه کسی اگر حوصله کند و سلیقه به خرج دهد میتواند از نطق خوشقواره حسن روحانی در نمایشگاه خلعت فاخری برای قامت لرزان روزنامه ها برش کند. این دخلی به موافقان یا مخالفان دولت ندارد. هر کالایی که نامش اجالتاً روزنامه است و هر صاحب قلمی که عنوانش روزنامه نگار است از ارکان سخن روحانی بی نصیب و بی نیاز نتواند بود. ادامه میدهم با دیگر مطالب برگزیده از روزنامه ها. روزنامه اعتماد با صفحه بندی خاطر انگیزی از فراز و فرود تاریخ مطبوعات و روزنامه نگاری ایران صفحه نو گشود و از آن به عنوان قانون مطبوعات روحانی یاد کرد و گزیده های سخنان روحانی را نیز در این منشور مورد اشاره منتشر کرد. در سوی دیگر واکنش روزنامه‌های تندرو در سرستون‌های اصلی تحلیلی و تفسیری نیز منعکس شد. از جمله روزنامه جوان با نقد تند به روحانی با تیتر حمله به همه نتیجه گرفت که رئیس جمهور، قوه قضاییه، نهادهای نظام و منتقدین دولت را آماج بی سابقه ترین اعتراضها قرار داد. روزنامه سپاه در سرمقاله خود از علت عدم حضورش در نمایشگاه مطبوعات اشاره کرد که قطع 100% یارانه روزنامه از اوایل سال 93 و همینطور دو اعتراض دیگر رو اشاره کرده بود که به اون دلیل امسال در نمایشگاه مطبوعات مشارکت نکرد، از جمله به تقلیل آگهی‌های دولتی این روزنامه و نداشتن امکان سؤال خبرنگار جوان در مصاحبه‌های مطبوعاتی دولت و قطع شدن خرید این روزنامه توسط ریاست جمهوری است که برخی از رسانه‌ها امسال شرکت نکردند. در هر روی ورق میزنیم روزنامه‌های امروز ایران را با سایر موضوعات برگزیده، هرچند اساس مطالب روزنامه‌های امروز مطبوعاتی بوده و رسانه‌ای، از جمله گاف جدید صدا و سیما تحت امر علی خامنه‌ای در تحقیر برخی از ایرانیان در سایر مناطق و استان‌های ایران زمین باز آتش تازه بر حریم احترام و اهتمام به هم میهنان آذری ما انداخته شد. جسارتی آشکار و اهانتی بیمایه از سوی بنگاه بانگورنگ موسوم به صدا و سیما که موجب رنجش جمعی از هم میهنان آذری گردید. در این میان روزنامه جامع جمع ارگان صدا و سیما از دلجویی رسانه به اصطلاح ملی، یعنی همان صدا و سیما، از هموطنان آذری خبر داد. همچنین گزارش کرد که خاطیان برنامه فیتیله توقیف شدند. در این میان روزنامه ابرار نیز واکنش نمایندگان آذربایجان به اهانت برنامه فیتیله از سوی رسانه به اصطلاح ملی را برجسته کرده بود. برنامه آنچنان بی محتوا و بیمایه تولید شده بود که جدای از اهانت و اسای ادب به ساحت هممیهنان آذری عزیز، نوع و فرم تولید فیلم مورد نظر اصولا با فهم و شعور قاطبه ایرانیان مغایر بوده و طنزی به غایت مشمئز کننده به نظر می رسید که شخصا وقتی دیدم متأثر شدم که چگونه برنامه سازانی با این ادبیات مستهجن تحت نام برنامه ساز وارد چنین رسانه‌ای می شوند. ضمن نشان دادن بخش‌های کوتاه از این برنامه از نقطه‌های اصلی آن برنامه که اسای ادب شده بود به هموطنان ما، بنابر ضرورت احترام به همه باشندگان میهن میپرهیزیم. البته بر اساس گزارش‌های تازه منتشره از روزنامه‌های امروز، پخش این برنامه فعلا به دلیل بی‌دقتی و تا انجام بررسی‌های لازم و رسیدن به نتیجه نهایی از سوی صدا و سیما اعلام شد، البته متوقف شد و حتی یکی از دستاندرکاران شبکه 2 از سمت خود برکنار شد. در بیانیه‌ای که از سوی صدا و سیما منتشر شد آمد که در برنامه جمعه 15 آبان ماه به سبب اشتباه، بی‌دقتی و عدم نظارت درست عوامل برنامه‌ساز و ناظر مربوطه، دیالوگ‌هایی به زبان آذری بیان می‌شود که باعث تمسخر و در نتیجه رنجش خاطر و ناراحتی هموطنان غیور و عزیز آذری زبان شده و شکایاتی را نیز موجب گردید. صدا و سیمای ایران تأکید کرد برای رفع کوچکترین ابهام و بدبینی هموطنان عزیز آذری زبان، مسئولان و عوامل تولید و پخش این برنامه را متخلف دانسته و قول داده این موضوع را تا آشکار شدن موضوع و ریشه های آن به طور جدی پیگیری کند. از این رو مدیر پخش و مدیر گروه کودک شبکه 2 به دلیل سهلنگاری توبیخ کتبی خواهند شد و جانشین مدیر پخش که مسئول نهایی نظارت برنامه هاست نیز توبیخ و از مسئولیت برکنار می شود. البته نکته بسیار کامیک داستان اونی که در سایت برنامه فیتیله این گروه حتی به عنوان بنیانگذار تئاتر سیار در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بعد از انقلاب در نیمه دهه 70 معرفی شدند و حتی جوایزی هم گرفتند که البته خیلی جای تعجب نیست در نظامی که حسین شریعت مداری که در نقش پلیس مخفی به تعبیر حسن روحانی در کیهان ایفای نقش میکند و در واقع نیروی امنیتی هست، به عنوان برنده جایزه روزنامه‌نگاری سال در عهد احمدی نژاد مطرح می شود. خب قطعا شما خوانندگان و بینندگان عزیز خود خواهید خواند حدیث مفصل از این مجمل. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه 1 از تلویزیون ایران فردا هستید. خبرها و نظرها، خانشها و کاوشها از روزنامه‌های هر روز ایران در ایران فردا. بحران اقتصادی مدام در ایران با سلسله فسادهای مستمر از جمله موضوعاتی است که روزنامه‌های تهران علیرغم سطح عمیق سانسور و بازداشت‌ها و این مسائل همچنان از این رنج مردم ایران می‌نویسند. ابرار اقتصادی از دست نامرئی پرده برداشت که کار دست دولت روحانی داد و اعلام کرد که بدهکاری کمر شکن به مشکل رکود اضافه می شود. بر اساس گزارش اصلی روزنامه ابرار اقتصادی، دهک‌های پایین درآمدی جامعه نیز از بسته دولت حذف شدند. ادامه میدهم. در این میان روزنامه بهار در گفتگوی با محسن صفایی فراهانی از تخلفات اقتصادی و بریز و بپاش‌های عهد احمدی نژاد پرده‌هایی تازه کنار زد و در تعبیری نو گفت که غارت بود نه فساد. در این راستا وضعیت پرونده بابک زنجانی نیز مورد توجه روزنامه‌های زیادی نزدیک به دولت البته واقع شد و به نقل از وزیر نفت اعلام گردید که این متهم نفتی که در واقع سرسلسله جنبان مافیای نفت ایران در عهد احمدی نژاد است نمیخواهد پول را پس بدهد. و در وقت باقی مانده مطلبی دیگر میخوانیم. اظهارات شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و اظهار موضع صریح این مقام امنیتی ارشد و نزدیک به رهبری ایران مبنی بر سیاسی بودن بازداشت روزنامه‌نگاران هم موجب شگفتی برخی از روزنامه‌نگاران و سیاسیون شد و هم مورد توجه روزنامه‌های زیادی قرار گرفت. روزنامه اعتماد به نقل از وی نوشت: بدترین راه مقابله با نفوذ جناحی کردن آن است. و یا روزنامه‌هایی به نقل از علوی وزیر اطلاعات روحانی گلایه کردند که نسبت به استفاده ابزاری واژه نفوذ هشدار داده است. لازم به توضیح است که به استحضار هممیهنان عزیزم برسانم که واژه نفوذ همچون واژه فتنه دومین واژه در ادبیات سیاسی مسئولین ایرانی است که از سوی شخص علی خامنه‌ای برای مشبه کردن فضای سیاست ایران به کار گرفته می شود تا هم در سرکوب کنشگران مدنی دست باز داشته باشند و هم در ناکارآمدسازی دولت که وعده های نسبی به بهبود روابط خارجی داده بود. و با این مطلب وقت برنامه امشبمان به پایان رسید. تازه ترین خبرها و گزارش های تدوینی را در آن سوی خبر با هم می بینیم. موضوعاتی همچون دیدار نتانیاهو با باراک اوباما، اعتراض و درگیری در اردوگاه پناهجویان کریسمس در پی مرگ یک پناهجوی ایرانی، هشدار و تهدید مقام نظامی ایران به وزیر دفاع آمریکا و بالاخره افشای جزئیاتی تازه از کشته شدن سردار همدانی در سوریه اهم عناوین مطالب امشب در برنامه آن سوی خبر است که با هم به تماشایش می‌نشینیم. تا آنگاه شامگاه خوش، بدرود.